بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفا اما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همچنان با بحث سیمای صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و در خدمت شما هستم امیدوارم که خداوند عز و جل به ما این توفیق رو عنایت بکند که این یاران محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم رو خوب بشناسیم و بتوانیم از زندگی اونها در حیات عملی خودمون استفاده و بهره کافی رو ببریم واقعا اون چه مسلم هست این هست که یاران همون طوری که خداوند عز و جل محمد را به نبوت برگزید برای اینکه دین خدا را به بشریت ابلاغ بکند همان گونه خداوند عزوجل اصحاب محمد رو برای همراهی رسول الله انتخاب کرد تا اینکه دین رسول الله را به شکل صحیح و درست برای نسلهای بعدی منتقلش بکنند بعدش در ادامهش عبدالله ابن عمر میفرماید فتشبهوا به اخلاقهم پس سعی بکنید خودتون شبیه اخلاق اونها در بیارید و ترائقهم و راه و روش اونها فهم اصحاب و محمد و کانو علالهد المستقیم اونها یاران محمد هستند و اونها بر راه راست و راه مستقیم بودند ببینید چه جملات زیبایی از زبان عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما این صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است بازم در روایت دیگر امام احمد ابن حنبل رحمه الله در مسند خودش روایت می کند از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که عبدالله ابن مسعود فرمودند که ان الله نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد خداوند نگاهی به دلهای بندگان انداخت و قلب محمد رو بهترین دلها یافت فاستفاه لنفسه پس خود پس محمد را برای خودش انتخاب کرد و این گونه به رسالتش مبعوث کرد ثم نظر فی قلوب العباد سپس دوباره نگاهی در قلبها و دلهای بندگان انداخت فجعلهم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب عباده پس دلهای اصحاب و یاران محمد رو بهترین دلها یافت و اونها را برای شاگردی محمد صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب نمود فجعلهم وزراء نبیهی نبیه، پس اونها رو وزیران پیامبرش قرار داد یقاتلون علی دینه اونها بر دینش و به خاطر دین محمد صلی الله علیه و مبارزه و جهاد میکنند این هم سخن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که اینگونه گونه صحابه رو توصیف میکند و میگوید که خداوند نگاهی به دلهای یاران محمد انداخت و اونها را برای شاگردی, شاگردی محمد صلی الله علیه, علیه و سلم انتخاب نمود و چه انتخاب خوب و زیبایی که خداوند وجل نمود طوری که شاگردان محمد بعد ازش چگونه بهش وفادار موندن و چگونه دین خدا رو به شرق و غرب رسوندن و برای مردم حفظ کردند و نگه داشتند باز هم روایت دیگری هست از عبدالله ابن مسعود که ایشون گفتند که من کان منکم مستنن فلیستن به من قدمات کسی از شما که میخواهد پیروی و اطاعت بکند از کسانی پیروی بکند که فوت کردند فن الحی لا تومن علیه الفتنه کسی که زنده است بیمان میرود که دچار فتنه شود اولای که اصحاب محمد کان والله افضل هذه الامه سوگند یاد میکند ابن مسعود میگوید سوگند به خدا که اصحاب محمد یاران محمد بهترین افراد این امت بودند و ابرها قلوبا و پاکترین دلها را داشتند و عمقها علما و عمیقترین علم و دانش رو داشتند و اقل ها تکلفن و کمترین تک... تکلف رو داشتند قوم اختارهم الله لصحبت نبیه و اقامت دینهی اونها گروهی بودند که خداوند عز وجل اونها رو برای صحبت پیامبرش انتخاب نمود و برای اینکه دینش رو تبلیغ بکنند اخت... انتخاب نمود فعرفو لهم فضلهم فضل اونها رو و بزرگواری اونها رو بشناسید فانهم كانوا على الهدى المستقيم اونها بر راه مستقیم بودند این احادیث همهشون اینو میرسونند و این سخنان صحابه اینو میرسونند که اصحاب پیامبر اکرم بعد از انبیا علیهم السلام بهترین انسانهای روی زمین بودند چرا که در قرآن کریم توصیف شدند، در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم توصیف شدند و همچنین سایر صحابه و بزرگان صحابه این توصیف رو از یاران پیامبر کردند و از صحابه پیامبر کردند و این این میرسونه که این امت از همون ابتدا فضل و بزرگواری یاران رسول الله صلی الله علیه و رو میشناخت تا زمانی که بعد گروه های انحرافی و بدعت ها و خرافات در میان امت رشد کردند و امت دچار مشکلات عدیده ای گردید باز هم حدیث دیگری از امام مسلم نجابوری رحمه الله در کتابش روایت می کند که آز ابن امر که یکی از صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم بود ایشون نزد عبید الله ابن زیاد رفت و به اوبیدالله الله ابن زیاد که شخصی ظالم بود گفت من شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان شر الرعای الحتمه بدترین مسئولان کسانی هستند که ظلم و ستم بکنند فیا که ان تکون منهم پس بهش گفت که به ابیدالله ابن زیاد گفت بر باش از اینکه از حکام ظالم و ستمگر باشی اوبیدالله ابن زیاد گفت که برو بشین ف انما انت من نخالت اصحاب محمد شما نخاله صحابه پیامبر هستید این حاکم ظالم و این فرماندار ظالم یعنی ابیدالله ابن زیاد گفت ایشون آز ابن امر در جوابش گفت که آیا در میان و هل کانت لهم نخاله آیا در میان اصحاب پیامبر هم نخاله وجود دارد افرادی وجود دارند که حکم نخاله رو دارند چنین چیزی نیست بل نخاله تو فی من بعد هم بلکه نخاله در افرادی است که بعد از اونها وجود دارند یعنی یعنی در واقع به طور غیر مستقیم بهش گفت نخاله افرادی مانند شما هستند این حدیث اینی میرسونه و این روایت اینی میرسونه که گذشتگان این امت، سلف این امت، صحابه این امت معتقد به این نبودند که در میان اصحاب رسول الله افرادی در واقع نخاله و افرادی وجود دارند که انسانهای خدای نکرده پست و خار و زلیلی باشند بلکه اونهایی که نخاله بودند و اومدن و مشکلاتی برای این امت درست کردند کسانی بودند که بعد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومدن و مشکلاتی رو برای این امت ایجاد کردن بعد از اینها نوبت میرسد به ائمه اربعه اهل سنت که ما اگر به هر یکی از ائمه به, به امام ابو حنیفه به امام شافعی به امام مالک و به امام احمد ابن حنبل رحمهم الله این بزرگان تاریخ بشریت و فقهای امت که بر بزرگواریشون و اجتهادشون و منزلتشون مسلمانان اتفاق نظر وجود دارند و هیچ گونه اختلافی در این زمینه وجود ندارد اینها هر یکی به جای خودشون اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ستوده و تعریف و تمجید کردند و این امام تهاوی حنفی رحمه الله است که در کتاب معروف عقیدهش به نقل از امام ابو حنیفه و دو شاگردش یعنی ابو یوسف و محمد رحمت الله علیهم اجمعین میگوید که ما نحب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما اصحاب رسول الله را دوست داریم و لا نفرط فی احد منهم در حق هیچ یک از اونها افراد نمی کنیم و لا نذکرهم ولا نتبرع من احد منهم و از هیچ از اونها اعلام براعت و بیزاری نمی کنیم و نبغز و من یبغز و, و هر کسی که اونها رو مبغوز بدارد ما اونها رو مبغوز و دشمن می داریم و ب... ولا نسکر هم الا به و اصحاب محمد را به جز خیر و نیکی یادشون نمی کنیم و حب هم دین و ایمان و احسان و فرمودن دوستی با اصحاب محمد دین و ایمان و احسان هست و بغض هم کفر و نفاق و تغیان و بغض با اونها کفر و نفاق و تغیان هست این نقل امام تحاوی رحم الله از امام ابو حنیفه و امام محمد و امام ابی یوسف رحمه الله هست همچنین سخنانی در این زمینه از امام شافی از امام مالک ابن انس رضی الله تعالی عنه من, من منقول هست که امام مالک ابن انس فرمودند من اسبح من الناس و فی قلبه غل على احد من اصحاب النبی صلی صل الله علیه وسلم فقد اصابته الایه این آیه رو تلاوت کردند که محمد رسول الله والذین معهو محمد پیامبر الله هست و کسانی که باش با هستند تا آخر آیه اونجایی که میفرماید لیغیذ بهم الکفار تا کفار از اصحاب محمد به خشم و غز بیاین فرمودند کسانی که کینه و خشمی نسبت به اصحاب پیامبر دارند این آیه شامل حال اونها می شود یعنی گویا اشاره به این کردند که ما با داد کفر بشوند به خاطر اینکه خشمگین شدن و ناراحت بودن از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ویژگی کفار هست و همچنین علامه ابن تیمیه رحمه الله می فرماید که خداوند عزوجل وجل در وصف مؤمنین میفرماید والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان کسانی که بعد از صحابه میآیند نسلهای بعدی میگویند ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان پروردگارا ما و برادرانی را که در ایمان از ما سبقت گرفتند مغفرت بکن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو و در دلهای ما هیچ گونه حسد و کینه نسبت به کسانی که ایمان آوردند قرار مده ربنا انك رؤوف رحیم پروردگارا تو مهربان و بخشنده هستی و این هست که ویژگی مؤمنان این هست که برای افرادی که قبل از اونها گذشتهاند طلب مغفرت و طلب رحمت میکنند و از خداوند عزوجل میخواهند که هیچ گونه حسد و کینه و دشمنی نسبت به اونها در دلشون جای ندهند و همچنین اشاره کردند به حدیث رسول الله صلی الله علیه و که فرمودند لا تسبو اصحابی یارانم را دشنام ندهید و بد بیراه نگویید فوالذی نفسی بیده سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست لو ان حدکم لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا اگر یکی از شما به اندازه کوه احد طلا انفاق کنه ما بلغ مد احدهم نمیتواند به اندازه یک مشتی که اصحاب پیامبر انفاق کردن برسد ولا نصیفه او و به نصف مشت اونها هم نمیرسد پس ما باید مواظب باشیم که اون انفاقی را که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردن، چون برای بنیان اسلام اون انفاق رو در واقع انجام دادن و در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله سلم انجام دادن ما هر اندازه که انفاق بکنیم نمیتوانیم به فضیلت و بزرگواری اونها برسیم در نتیجه اینگونه نتیجه گیری میکنیم که این سخنان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این سخنان بزرگان صحابه در حق صحابه به ما این می رسونن که راه و مسیر رو که صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین انتخاب کردند راه و مسیر درست و صحیحی بود و خداوند عز وجل به ما این توفیق رو عنایت بکند که ما بتوانیم راه اونها رو بشناسیم مسیر اونها رو بشناسیم و به فضایل و مناقبی که از اونها در قرآن کریم در سنت پیامبر در اقوال ائمه و بزرگان ما وارد شده بشناسیم و بعد از اون راه و مسیر اونها رو ادامه بدیم تا جلسه دیگر و بحثی دیگر که ما در زمینه در واقع گروه های از صحابه پیامبر و ویژگی هایشون که در قرآن کریم ذکر شدن و در سنت اومدن میپردازیم و فضایل اونها رو خدمت دوستان و سروران گرامی ذکر میکنیم همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته